مشکلات دارو در ایران از کجا نشأت می‌گیرد؟ آیا کمبود و گرانی دارو به دلیل تحریم هاست یا سوء مدیریت یا هر دو؟ هر یک چقدر موثرند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. اگر خدای نکرده بیمار یا همراه بیمار باشید و قرار باشد دارو تهیه کنید، این روزها در ایران اوضاع چندان خوب نیست. بسیاری از داروها کمیاب، نایاب و گرانند. ظرف 24 ساعت که در بعضی رسانه‌های مجازی اعلام کردم قصد دارم در این برنامه درباره دارو صحبت کنم، ده‌ها پیام گرفتم، اغلب مشابه هم. چند مورد رو جدا کردم براتون میخونم. کسی نوشته بیماری سر دارم، قیمت داروی بیماران سر 4 برابر شده، حدود 250 هزار تومان در ماه. فرد دیگری نوشته برای مادرم دنبال داروهای سرطان هستم که کمیاب شده و قیمتش تا 6 برابر بالا رفته. دیگری نوشته مادرم نیازمند داروی آسم هستند، 44 داروخانه رفتم، فقط 10 عدد قرص گیرم اومد. نمونه ها زیادن. همزمان با خبر جمع‌آوری نوعی دارو به شکل پنهانی از داروخانه ها و همینطور صدور حکم پرونده شبنم نعمت‌زاده، در این برنامه نگاهی می‌کنیم به آنچه باعث شده دارو در ایران تا این حد کمیاب و گران باشد. دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی آموزش و سلامتی از نیویورک با ماست. آمنه دهشیری، حقوقدان و نویسنده مقاله‌ای با عنوان تحریم به عنوان نسل‌کشی، بررسی حقوقی پرونده ایران از تهران. و اینجا در استودیو همکارم آنایتا شمس که در این زمینه تحقیق کرده و گزارش هم در مورد کمبود دارو ساخته. اجازه بدید از خانم دهشیری آغاز بکنم. خانم دهشیری، مقاله شما عنوان خیلی تکان دهنده ای داره، نوشتید تحریم به عنوان نسل‌کشی. ممکنه کمی بیشتر برای ما توضیح بدید چرا چنین نگاهی دارید به این قضیه؟ با سلام. در مورد نسل‌کشی، این به طور سنتی این رایج هست که ما وقتی اسم نسل‌کشی میاد یاد کمپ‌های کار اجباری و نمیدونم گورهای دست جمعی میافتیم، اما مصادیق نسل‌کشی در طول زمان میتونه تغییر بکنه. اون چیزی که مهم هستش 5 تا فعل هستن که طبق کنوانسیون من نسل‌کشی عنوان نسل‌کشی میگیره اگر صورت بگیرن: با نیت نابودی گروه ملی، نژادی، مذهبی، قومی، اگر اون اعضای اون گروه کشته بشن، اگر که اینها در شرایطی قرار بگیرن که لحاظ جسمی به صورت تدریجی رو به زوال برن، اگر که صدمه شدید جسمی و روحی بهشون وارد بشه. و 2 مورد آخر که در مورد ایران نمیتونیم بگیم وجود دارن، یکی جلوگیری از تولید مثلشون هست و دیگه انتقال اجباری کودکان. در مورد اینکه شرایط مورد اول کشتار دست جمعی، ممکنه در مورد ایران ما بگیم با موجودیت پیدا نمیکنه، اما اینکه قرار دادن افراد گروه ملی ایرانی در شرایطی که از نظر فیزیکی و روحی صدمات جدی میبینن و یا اینکه به سمت زوال تدریجی فیزیکی میرن، با توجه به اینکه در اثر تحریم ها یکی در مورد واردات اقلام غذایی و یکی در مورد واردات اقلام دارویی مشکلات زیادی به وجود اومده و کیس های زیادی به وجود دارن که نبودن تجهیزات یا نبودن داروهای برای بیماران خاص منجر به مرگ شدن، من این استدلال رو کردم که این میتونه بحثی باشه در مورد نسل‌کشی، که البته این بحث جدیدی نیست. بله. بذارید نظر آقای دکتر علایی رو بپرسم. آقای دکتر علایی، به نظر شما تحریم چقدر نقش داره در وضعیتی که الان این روزها در مورد دارو می‌بینیم؟ نقش اصلی رو داره یا به نظر شما مسائل دیگری هم هست؟ ببینید، ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان و تشکر از اینکه از من دعوت کردین در این برنامه شرکت داشته باشم، من اگه بخوام نقد کنم عنوان مقاله دوست عزیزی که در این جلسه هستن، فقط تحریم ها نیست که باعث این مشکلات میشه. جا داشت مقاله به این صورت بود: تحریم ها و سوء مدیریت. چرا؟ چون در کل ما میدونیم در ایران صنعت داروسازی با توجه به گزارش ها و مصاحبه ها و منابع رسمی درون ایران، درصد زیادیش تولید داخل میشه. از این درصد زیادی که تولید داخل میشه، مواد اولیه و مواد واسطه‌ای بعضی از داروها از خارج وارد میشه و درصد کمتری داروهای خاص هستند که به صورت محصول نهایی وارد میشه.
ارزی هم که به این مواد تحت، چه به مواد اولیه چه به مواد واسطه و محصول نهایی تخصیص داده میشه، من میخوانم این نقل قولی که از نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو آقای امیر حسین معینی زندی، ایشان فرمودند در سال 97 1,373,000,000 ارز برای واردات دارو محصول نهایی، 120 میلیون دلار مواد واسطه ای و 800 میلیون دلار مواد اولیه ای ارز تخصیص داده شده با دلار 4000 تومان. ولی از اون طرف شما همین فرمودین کیس موضوع خانم نمزاله دارید، یعنی ارز میره معلوم نیست کجا میره، همون بازاری که در تهران هست اگر این ارز بدون هیچ گونه سیکل چرخش اقتصادی بخواد تبدیل بشه به تومان برگرده به دلار، سه برابر سود خواهد کرد. پس ما یک مشکل مدیریت دارو هم داریم که مکررن در مطبوعات گزارش‌های داخلی وجود داره منابعش. بله آنت، من میدونم که تو در این زمینه کار کردی، به من صبح داشتی همین رو میگفتی در مورد تخصیص ارز، ممکن همونها رو تکرار کنی؟ حتما. اگر که اجازه بدی قبل از اون ای موردی رو بگم که در مورد تحریم های تاثیر گذاشته یا نه، که این دوست عزیزمون راجع به این مقاله که به عنوان نسل کشی دارن بهش اشاره میکنن، درسته دقیقاً تحریم ها تاثیر گذاشته، ولی ما مداره، یعنی بی بی سی مداره که به دستش رسید از آمار رسمی واردات دارو به ایران که نشون میده که از نوامبر سال 2018 کم شده ولی قطع نشده، یعنی هنوز دارو به ایران داره صادر میشه، وارد میشه، دارن دارو رو میگیرن. حالا دارو کم شده، اونا دلایل دیگه‌ای داره که اگر که جای بحث داشته باشه راجعشون توضیح میدیم. آقای دکتر علایی که در مورد مسئله ارز میگن، بله ارز اختصاص داده میشه برای واردات دارو، ولی بذار من یک مثال خیلی کوچیکی برات بزنم. دو بخش هست، بخش دولتی داریم و بخش خصوصی، اینها هر دو در تولید عرضه و واردات دارو دارن فعالیت میکنن. اما بخش دولتی به عنوان مثال اگه بخوام برات بگم، دفتر ستاد اجرایی فرمان امام هست که زیر گروه اون، زیر مجموعه های بسیار زیادی داره، نهادهای مختلف که اینها یکیش به عنوان مثال گروه داروی برکت هستن. اینها سازمان غذا و دارو اعلام میکنه که نیاز به یک دارویی دارن و بر فرض 1,000,000,000 تومان هم، 1,000,000,000 دلار هم ارز تخصیص داده شده که بودجه تخصیص داده شده که اینا بیارن. ولی گروه های دولتی، این شرکت های دولتی هستن که میتونن نزدیک 800 میلیون دلار اینها رو بگیرن و فقط 200,000 دلار اینا به بخش خصوصی داده میشه. لابیایی که انجام میشه توی بخش های دولتی خیلی زیاد هست که برمیگرده به صحبتی که آقای دکتر علایی میکنن برای سوء مدیریت، که این هم میشه بیشتر در موردش صحبت کرد که این سوء مدیریت یعنی دقیقاً چه و از کجا میاد، چطور این تخصیص ارز به بخش های دولتی انجام میشه و آیا این بخش های دولتی درباره تولید و عرضه و واردات دارو تمام این ارز رو دارن اختصاص میدن به این بخش یا نه، این ارز کجا داره خرج میشه. خانم دشیری، من میدونم که تخصص شما حقوق هست، تخصص دارویی ندارید، اما آیا به لحاظ قانونی میشه مثلا پیگرد جدی قضایی کرد کسانی رو که با در واقع سوء مدیریتی که صحبت شد در بحث دارو باعث مشکلات عمده شدند؟ مسلما میشه اگه سوء مدیریتی وجود داره، حالا چه در سیستم قضایی اداری، چه در همونجوری که دیدیم یه سری فرماندهی وجود داره در سیستم قضایی دادگستری پیگیری کرد. اما بحث اینه که وقتی که خود آمریکا اعلام میکنه که کشور ایران بر اساس گزارشی عرض میکنم که دیدبان حقوق بشر اخیراً منتشر کرده، کشور ایران جزو کشورهایی هستن که مقر پولشویی هستن و حتی واردات بشردوستانه هم طبق بند 311 قانون پاتریوت باید گزارش ماهانه داده بشه که اینها دقیقاً اون وارداتی که صورت میگیره اقلام کجا میرن و این شرکت های وارد کننده، اگر اون چند تا شرکت محدودی هم باشن که بتونن کسی رو پیدا کنن که ریسک مبادله با ایران رو انجام بده، چون صراحتا صحبت شده از این که وقتی تماس گرفتن با شرکت های خارجی اینا صراحتا عنوان کردن که به دلیل تحریم ها حتی حاضر نیستن
حتی حاضر نیستن به دلیل تحریم ها بانداج مخصوص بچه های پروانه ای رو به ایران وارد بکنم. این صحبتی هستش که اینکه صحبت بکنی فقط میز منیجمنت وجود داره و من مدیریت اینجا مشکل داره، حتی اعتراف خود اون شرکت ها ما در نظر نمیگیریم. طبق بررسی که سازمان دیدبان حقوق بشر انجام داده، از بین 400 خورده اقلام دارویی، 200 داروی وارداتی ایرانی، 200 خورده از این اقلام جزء داروهایی هستند که جزء اقلام دارویی اساسی هستند طبق کاتگوری که در سازمان بهداشت جهانی وجود داره. و این در مورد دارو هست. در مورد تجهیزات پزشکی هم ما میتونیم صحبت بکنیم که چیزی حدود 90% از اینها وارداتی هستن. حالا وقتی هم که من صحبت خواهد دلشوری به نظر میاد که اون چه که دو مهمان دیگر میگن این هستش که بحث تحریم تأثیر داشته، ولی اون در واقع کمبود و نایاب شدن اغلب داروها، مشکلاتی که در مورد تجهیزات پزشکی داریم، بخش عمدهش برمیگرده به این که مثلا ارزی که تخصیص داده میشه به جای اینکه استفاده درست بشه سوء استفاده میشه، در میانه راه ازش استفاده های دیگه میشه. آیا با این موافق هستی؟ ولی ما قش مدرک داریم، یعنی ایمیل هایی که زده شده، جواب هایی که دریافت شده از خیلی از اون شرکت ها که خودداری میکنن از مبادلات حقوق بشر دوستانه باره، این مدارک هم وجود داره. من به این بحث میپردازم بیشتر، برای استدلالم برای اون بحث نسل‌کشی و بحث میکس منیجمنت هم اگه وجود داره یه بحث جدا. بله آقای دکتر علایی پاسخی داری؟ خانم غزاده ببینید، موضوع اینه که بنده هم مخالف تحریم ها هستم. بنده هم عرض نکردم که تحریم ها تاثیرگذار نبوده. تاثیرگذار بوده. من میتونم توضیح بدم که تحریم ها چه تأثیری بر نظام سلامت، چه تأثیری داشته اگه ممکنه خیلی. سیستم سلامتی ایران فقط مختص به مواد اولیه دارو یا تولید داروهای تکمیلی نیست. بله، یک سری داروهای تکمیلی که از بعضی شرکت ها، ببینید مثلا داروهای تکمیلی شرکت سنوفی اونتیس، شرکت سنوفی اونتیس در ایران تولید خودش داره، نمایندگی داره و خود مدیر عامل داخلی شرکت سنوفی اونتیس در ایران میگه که ما مشکل تحریم ها برای واردات دارو نداریم. چه جور داروهایی رو اینها وارد میکنن؟ اینها داروهای تولید میکنن اصلا در ایران. یک سری از داروهای سرطان، کنترل سرطان در همکاری شرکت سنوفی اونتیس و ابیدی اونکولوژی و سوهان تولید میشه. ببینید موضوع اینه که بعضی داروهای خاص به خاطر اینکه در انحصار، هنوز جنریک نشده، در انحصار بعضی کمپانی ها هست، اون کمپانی ها ترسیدن و داروها را یک کمی شاید در ارسالش به ایران تعلل کردن که ما میبینیم دو روز پیش دو مرتبه فرمان جدید از طرف خزانه داری آمریکا آمد که به دو شرکت از طریق سوئیس این دستور داده شد که تسهیل کنن این ارتباطه. منتها جاهای دیگه مشکل داریم، مثلا وسایل پزشکی. دوستانی که نیاز دارن به MRI CT اسکن، اگر اون دستگاه ها دوچار مشکل بشه به خاطر اینکه عرض 3 برابر شده، انتقال پول سخته، هزینه ای که برای تعمیر اون دستگاه ها بشه انقدر زیاد میشه که هزینه خودش دستگاه در نمیاره و بیشتر این دستگاه در بخش خصوصی هست. زیر ساخت های داروسازی، ببینید کارخانه های داروسازی برای زیر ساخت هاشون وابسته به کشورهای پیشرفته هستند، چون تولیدات پیشرفته ایم. اینها دچار مشکل میشه. ولی کمبود دارو به خاطر بیشتر سوء مدیریت، کمتر تحریم ها. و اگر ما بخوایم عنوان نسل کشی رو بذاریم باید یه جامع تر ببینیم، درصد بگیم. ولی اگر بخوایم بگیم بله بیماران خاص که نیاز به داروهای تکمیل شده دارن، یا بیماران در کل کمبود دارو در ایران محسوس است، بله محسوس است، ولی بیشتر علت همون سوء مدیریت توزیع. من یه مثال برای شما بزنم. داروهای مرتبط با کنترل بیماری ایدز، داروهاش به صورت رایگان در دسترس ایران قرار میگیره، پولش رو صندوق جهانی میده، یعنی اصلا انتقال ارزی برای ایران نداره. صندوق جهانی به دفتر سازمان ملل میده، سازمان ملل از سوئیس پول رو میفرسته برای داروسازی‌ها. پس هیچ گونه مشکلی نه در ارتباط با سانکشن‌ها تحریم‌ها داره، نه انتقال ارز. ولی ما 4 ماه پیش دیدیم برای بیماران مبتلا به ایدز داروی نو نبود، مجبور شدن داروهایی که تاریخ مصرفش گذشته استفاده کنن. واکسن آنفولانزا نمونه دیگه شه که 2-3 هفته پیش ما مشکل داشتیم. خب واکسن آنفولانزا چطور بود که 2 ماه پیش نبود ولی حالا هست؟
پس یک سوء مدیریت در توزیعه و یک سوء مدیریت در خرید. همونجوری که همکار شما فرمودن، ببینید شرکت‌های داروسازی بزرگ وقتی معامله میخوان بکنن، افرادی ری که قبلا سابقه کار با اونا دارن، نماینده اونا بودن، مورد اطمینان اونا هستن، کار با اونها میکنن و انتقال ارز باشه به صورت پایاپای نیست، یعنی یک مقدار رو پول پرداخت میشه، دارو میاد، باقی پول تسویه حساب میشه. سالها این شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در ایران نمایندگی داشتن، ولی ما در 20 سال گذشته میبینیم اون کسایی که سالها در این کار تجربه داشتن کنار رانده شدن به خاطر اون سوء استفاده های مالی که اینجا میشه. کسایی مثل خانم نعمت‌زاده میان جای اینا رو میگیرن بدون هیچ سابقه تجارت و بدون هیچ پشتوانه‌ای که اعتبار داشته باشن برای شرکت های داروسازی. این باعث میشه که هم نرخ بالا میده، هم شرکت های داروسازی بزرگ به خاطر پول که کار نمیکنن، به خاطر اعتبار اون افراد یا کمپانی کار میکنن، به اونا کار نخواهند کرد، مجبورن برن از شرکت های دیگه بگیرن و مشکلاتشون بیشتر میشه. کجا هستن دکتر نوری ها، دکتر فرجاد ها که سالها زمانهای جنگ داروها در دسترس مردم بود و هیچ مشکلی نبود، ولی امروز دچار مشکل شد. آقای دکتر، ما در ایران سمینار دانشجویی دانشجویان داروسازی برگزار شده و اونجا یک فیلمی روی صفحه اینستاگرامشون منتشر کردن از دو دستندرکار که بذار بده صدای اونها رو بشنویم ببینیم اونها چی میگن. این هم یک نوع فریبه که گفته میشه ایران تحریم دارویی نیست، مثل اینه که من دست شما رو ببندم بگم شما غذا بخورید و ما داریم دارو رو با عرض دولتی یا عرض سوبسیدی تهیه میکنیم، همه یه بخش کارش رو، اینها زمینه های فساد رو ایجاد میکنه. تأثیر سیاست های سوبسیدی تو بخش های مختلف نشون داده که سیاست های موفقی نیستن در دراز مدت. نزدیک به 90% ماشین‌آلاتی که در صنعت داروسازی ایران استفاده میشن اینها منشأ اروپایی دارن، یا آلمانی هستن یا ایتالیایی هستن. تأمین قطعات اینها الان یکی از معضلات شرکت‌های داروسازی است، ولی اون چیزی که مسلمه بالاخره بخشی از ناکارآمدی‌ها و عدم توفیق‌های ما برمی‌گرده به ساختارهای ناکارآمد مدیریتیمون و چه در بخش تولید چه در بخش سیاست‌گذاری عمومی و دولت. ما فکر نکنیم ثابت نگه داشتن قیمت‌ها هزینه‌های ما رو کم می‌کنه. به نظرم تصمیم ثابت نگه داشتن قیمت های تصمیم کاملا اشتباهی. چرا تولید کنندگانمون اطلاع از قیمت مواد اولیه و مقدار مواد اولیه که وارد کشور میشه نداشتن؟ چرا محققین ما از آمار مصرف داروهای کشور به صورت جغرافیایی نباید اطلاع داشته باشه؟ شرایط تحریم و شرایط خاص همیشه زمینه های ایجاد سوء استفاده رو فراهم میکنه. استراتژی اداره کشور باید بر این باشه که 4 سال دیگه آقای ترامپ هست. نکته جالبی رو چند مورد رو اشاره کردن که من میخوام دونه دونه اگه بشه خیلی کوتاه راجع به صحبت بکنیم. آقای، یکی سوبسید هست. من خیلی از این پیام هایی که گرفتم راجع به این بود که میگفتن که انگار دولت میخواد به نوعی تولیدات داخل رو جایگزین بکنه و همینطور سوبسید رو حذف بکنه، برای همین هست که راه ورود بعضی از داروهای خارجی رو میبنده. تو تحقیقاتت به چی برخوردی در این زمینه؟ توی تحقیقاتی که ما کردیم در مورد کار تولید توی ایران، به خاطر اینکه هنوز مشکل دارن برای کار تولید، برای واردات مواد اولیه. واردات مواد اولیه رو هنوز باید از کشورهای خارجی وارد بکنن. ما ساخت مواد اولیه نداریم و همونجا باز برمیگرده به قضیه سوء مدیریتی که دارن میکنن و برای آوردن مواد اولیه درست موارد مشابه واردات خود داروهای اصلیه و همون مشکلات ارز بهش وارد میشه و همین طور ترانسپورتش، یعنی اینکه میخوان مواد اولیه رو از کشورهای دیگه بیارن به ایران، باز اونجا یک سوء مدیریتی وجود داره که توی این ترانسپورتی که میکنن به خاطر تحریم ها، به دلیل اینکه اونجا هم ایران تحریم هست، یک سری دو مرتبه دور زدن تحریم ها پیش میاد برای کسانی که میخوان مواد رو بیارن و یک خرجای اضافه ای میکنن که تمام این خرجای اضافه برمیگرده روی قیمت اصلی دارویی که میخوان تولید بکنن. متوجهم. آیا دکتر، مسئله دیگه ای که اینجا اشاره کردن مسئله تولید بود و اینکه چرا داروسازان کشور نباید از قیمت مواد اولیه یا در واقع اون جور که اینها میزان
وارد میشن و اینها مطلع باشن. شما در این زمینه اطلاعی دارید؟ فکر می‌کنید چرا این چیزا به نظر اونطور که اینها دست اندرکاران اصلی دارن میگن به نظر به نوعی پنهانی هست؟ چرا؟ این همون راندخاری یا اختلاس پشت پرده است. ببینید صنعت داروسازی، محققینی که نیروی انسانی که در صنعت داروسازی ایران در دانشگاه هستند در منطقه کم نظیرند، یعنی از لحاظ دانش علمی که دارن مشکلی ندارن برای تولید دارو، ولی وقتی که میافتن تو این سیکل نامعیوب، یعنی یک شرکت داروسازی چرا خودش مستقیما نمیتونه بره نیازش برطرف کنه، بره اصلا اوفک لایسنس مستقیم بگیره و بره ارز انتقال بده، مجبور میشه بره شرکت‌های واسطه‌ای که اونها مونوپول یا تک محورن برای ورود مواد اولیه یا مواد واسطه‌ای به خاطر سودی که میبرن از این انتقال ارز، و اینجا دچار مشکل میشن این شرکت‌ها. یعنی شما از درد دل کارخانه دارای داروسازی اگه بپرسین، چون دلار که میره بالا هزینه‌هاشون رفته بالا، فروششان قیمت دارو باید چه باشه همون ثابت بمونه. مشکل دیگه اینه نظام سلامت، یعنی اون طرح جامعه سلامت هم که انجامش ندادن، پس فشار میره رو بیمار، در صورتی که در طرح جامعه سلامت قرار بود که بیمار از طریق بیمه پول پرداخت کنه. حالا اگر برمی داشتن این قیمت گذاری را، شرکت های داروسازی، کارخانه های داروسازی قیمت واقعی میگفتن، سیستم بیمه اون هزینه رو میداد، بیمار هیچ هزینه ای نمیداد و دسترس میشد. حالا مشکلی که ایجاد شده، ارز که رفته بالا، هزینه تولید میره بالا ولی فروش ثابته، کارخانه ها شروع میکنن یواش یواش به ورشکست شدن. بله خانم دهشیری، بحثی که شما مطرح کردید به هر حال بحثی است که خیلی های دیگه هم بهش اعتقاد دارن، حالا شاید نه در این صد ولی میگن که تحریم باعث مشکلات عمده در کشور هست، اما کسانی هم هستن که انتقاد میکنن و میگن باعث اصلی تحریم حکومت ایران هست با رفتاری که نشون داده، و در این مورد خاص در مورد داروها میگن که نه تنها با اون رفتاری که حالا داشته باعث تحریم شده، در نظر نمیگیره که مثلا پایان این صحبت های این دو کارشناس هم شنیدیم که میگن ممکنه ترامپ 4 سال دیگه بمونه و وضعیت بدتر و بدتر از این بشه. فکر نمی کنید که مسئولیت رو باید از جمهوری اسلامی و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا اینکه این رو در واقع حواله داد به خارج از ایران که مسئولان کشورهای دیگه؟ ببینید بحث این که در مورد حقوق بشر وقتی صحبت میکنیم، در مورد حق سلامت که یکی از حقوق بشری نسل دوم هست صحبت میکنیم، وظیفه اصلی تامین با دولت هستش. در مورد حقوق اقتصادی اجتماعی بحث دیگه ای هم وجود داره، یه تعهد به همکاری بین المللی هم وجود داره، به خاطر اینکه هیچ کشوری در نظام جهانی که به هم پیوست از نظر اقتصادی نمیتونه به تنهایی روی موانع اقتصادی در واقع غلبه بکنه، و نمیتونیم بگیم که یک کشوری ایزوله باشه از نظر مالی، امکان هیچ گونه تبادلی وجود نداشته باشه، باز هم ازش انتظار داشته باشیم که تمام اون تعهدات حقوق بشریشو از صفر تا صد تنهایی انجام بده، همچین تعهدی وجود نداره. تعهد به این هستش که هر کاری میتونه انجام بده. اما در مورد اینکه من چه مسئولیتی برای دولت ایران قائل هستم، این هستش که در حال حاضر هر کاری تلاشی میتونه بکنه، اگر میتونه رایزنی بکنه، اگر میتونه با سایر کشورها تلاشی انجام بده، اما اینکه یک کشوری بیاد صراحتاً بگه که ما قصدمون نیست کویت کردن یک کشوره، صراحتاً بیاد بگه قصدمون هستش که فشارها رو مردم حس کنن و رایزاب کنن و برخیزن و دولتشون رو وادار به تغییر کنن، اینجا صراحتاً داره گفته میشه فشار روی مردمه، یک مجازات دست جمعی داره اتفاق میفته تو ایران. ما از مردم بخوایم که کشور مردمی که تحتش رنج هستم بخوایم که از رفتار دولت رو تغییر بدن. اما بحث دیگه که من میخواستم عنوان بکنم این هست که وقتی من صحبت میکنم از حق سلامت، فقط بحث این نیستش که دارو آیا موجود هست یا نه، دارو باید که به اسناد حقوق بشری افوردبل باشه، یعنی قیمتش جوری باشه که مردم توانایی پرداخت رو داشته باشن. وقتی در اثر تحریم ها تورم بالا میره، ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه، کار وجود نداره، این باعث میشه افوردبیلیتی داروهای حیاتی وجود نداشته باشه برای مردم، و اینم نقص حقوق بشره که داره صورت میگیره. اما انتظاری که از دولت هم سندسازی هستش، مستند بکنیم اتفاقهایی که داره میفته که دقیقاً مثلا به خاطر تحریم چند درصد مرگ و میر داشتیم، چند درصد مثلا از بین رفتن خانواده ها داشتیم. بله. اگر این مستند صورت بگیره میشه مطرح کرد در نهادهای بین‌المللی و در واقع ممنونم خانم دهشیری.
اینجا همکار من آنایتو، من یادم از وقتی گزارش رو تهیه می‌کردی در این زمینه و راستی آزمایی های این همکار کردی، خیلی کوتاه اگه بخوام خیلی کوتاه بدم، من با خیلی از شرکت ها حول و حوش بین 5 تا 7 شرکت بریتانیایی تماس گرفتم شخصا خودم و ببینم که آیا حاضرن با ایران کار کنن، داروهای خاص رو به ایران، داروهایی که ایران نیاز داره که بهش فوریتی میگن. این شرکت ها به هیچ وجه نمیگن ما حاضر نیستیم با ایران کار بکنیم و الان هم دارن از طریق شرکت های واسطه با ایران کار میکنن. به همین دلیل هست توی آمار رسمی میبینیم واردات داره به ایران انجام میشه، ولی از طرفی هم به دلیل پیچیدگی سیستم های بانکی بانک ها هستن که میترسن کار بکنن. ولی در واقع، ولی در نهایت معنی همه اینها این هستش که قیمت تمام شده بالاتر و بالاتر میره، چون شرکت های واسط زیاد میشن، شرکت های واسط زیاد میشن و در این حال هم شرکت های در واقع بخش دولتی که پول های هنگفتی دستشون هست برای واردات و تولید و عرضه، چون پخش هم یه بخشی هستش که پخش دارو یه بخش دیگه هستش که کمتر بهش نگاه میشه، ولی اون هم یه بخشی هستش که داره به بالا رفتن قیمت هم کمک میکنه. ممنونم آنایتا شمس، آقای دکتر علایی و خانم دهشیری، و ممنونم از شما که با این فیدو همراه ما بودید. شب روزتون خوش.